به نام خدا. سلام، با خبرهای ساعت 6 خوش آمدید. یک شنبه 21 عقرب 1396 خورشیدی برابر است با 12 نوامبر سال 2017 میلادی. در نخست سرخط خبرها، اجازه دادن امریکا به نظامیانش از بحر سرکوب هراس افغانان از زمین و هوا در افغانستان. تلاش وزارت دفاع ملی برای عملی کردن برنامه های تازه جنگی در شمال کشور. نگرانی دیدبان شفافیت افغانستان از نقض حقوق بشری در زندان های افغانستان. امضای قرارداد 151 پروژه آب رسانی از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات. و رد اتهام ها بر روسیه در مورد دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی دونالد ترامپ. من سید فرید صنایعی هستم. آمریکا به نیروهای خود اجازه انجام عملیات‌های مشترک هوایی و زمینی را از بحر آماج قرار دادن طالبان داده است. نشریه فارین پالیسی به نقل از مقام‌های پنتاگون گزارش داده است که رئیس جمهور ترامپ هزاران نیروی اضافی را به افغانستان برای نبرد در برابر شورشیان می‌فرستد تا در عملیات مشترک با نیروهای افغان اشتراک نماید. از سوی هم رئیس جمهور غنی می‌گوید سال آینده سال دفاعی برای نیروهای امنیتی نه، بل سال تهاجمی خواهد بود. دستور راه اندازی عملیات مشترک به نیروهای آمریکایی دوشادوش نظامیان افغان برای نابودی طالبان. به تازگی نشریه فارین پالیسی به نقل از مقام‌های کنونی و پیشین پنتاگون گفته است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به نیروهای کشورش اجازه داده است تا در افغانستان در عملیات مشترک با نیروهای افغان همراه شوند. این نشریه گفته است این نیروها در صورت نیاز برای نابودی دشمن از حمله های هوایی و توپخانه‌ای نیز کار می‌گیرند، آنچه را که رئیس جمهور غنی نیز تایید می‌کند. ما در یک جنگ تحمیل شده دفاعی هستیم، از او جهت مجبور هستیم که از خود دفاع کنیم و از نگاه شرایط امنیتی هم خبرتان اطمینان می‌دهم که سال آینده سال دفاعی نخواهد بود، سال تعرضی خواهد. قوای قلی اردوهای افغانستان، قطعات خاص افغانستان، قطعات خاص پلیس افغانستان، همه آمادگی داریم که تا آخری قطره از خون خود از این خاک دفاع کنیم. در چند روز پسین عملیات هوایی نیروهای امنیتی افغان و خارجی در برابر طالبان در بیشتر ولایت‌های کشور شدت یافته است. در بیشتر عملیات هوایی در کنار آوردن تلفات بر طالبان، غیر نظامیان نیز آسیب دیدند. نمایندگان مجلس از نیروهای آمریکایی می‌خواهند تا از دقت در انجام اجرای این عملیات‌ها کار گیرند. روزی که ایالات متحده آمریکا به صورت قطعی و با یک استحکام بیشتر با دولت مثل پاکستان که حمایت کننده تروریسم هست برخورد نکنه، بحث ادامه ناامنی در افغانستان و حتی حملات در درون افغانستان نمیتوانه امنیت پایدار بر افغانستان برمقان بیاره. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان از اداره ترامپ میخواهد تا برای پیروزی در نبرد افغانستان باید لانه‌های هراس افغانان در آن سوی خط فرضی دیورند را مورد هدف قرار دهد. در رأس از این استراتژی باید نابودی پناهگاه‌ها و مبارزه با پشتیبانان تروریسم مطرح باشد. وزارت دفاع راه اندازی عملیات هوایی را در برابر شورشیان سودمند می‌داند، اما از جامعه جهانی خواستار هدف قرار دادن لانه‌های دشمن در آن سوی خط فرضی دیورند شده است. از این بابت لانه‌های تروریستی را در او طرف خط دیورند هم که از روی تروریسم صادر شده به افغانستان و کشورهای دیگه منطقه کس قبول نمی‌کنه و اینا 100% باید دیر به نقطه پایان باید برسی بتن. در حالی آمریکا از آمادگی حمله های هوایی توسط نظامیانش در افغانستان سخن میزند که هفته گذشته در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در قندوز نزدیک به 14 غیر نظامی جان باخته و 13 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. برای کاهش جنگ در ولایت‌های شمالی کشور برنامه تازه امنیتی روی دست گرفته شده است. سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید بر بنیاد این برنامه امنیتی اوضاع امنیتی این ولایت‌ها تغییر یافته و مخالفان مسلح دولت آسیب بیشتر خواهد دید.
احمد شکیب محمدی گزارش می‌دهد. گستردگی های نبرد در ولایت های شمالی، جنگ هایی که از ولایت های جنوبی به این ولایت ها کشانیده شده است. حالا سرپرست وزارت دفاع ملی در اینجا از برنامه امنیتی سخن میزند که این جنگ ها را کاهش خواهد داد. طارق شاه بهرامی میگوید بر بنیاد این برنامه اوضاع امنیتی ولایت های شمالی تغییر چشمگیر خواهد کرد. مطابق هدایت جلالت ماب رئیس جمهور و سرقماندان علای قوای مسلح، ما یک سلسله پلان ها و برنامه عملیاتی را در مجموع تمام نیروهای امنیتی و دفاعی و دراز اردوی ملی در صفحات شمال داریم که انشالله با عملی کردن از او انشالله ما مطمئن به هستیم که وضعیت امنیتی دوج تغییر خواهد کرد. مجلس نمایندگان این برنامه امنیتی را سودمند دانسته و برای عملی شدن آن خواهان همکاری مردم با نیروهای دولتی است. ولس خلق د ولس مشان و رسی خلق د امنیتی ځواکونو سره خپل د حکومت سره لاس په کار شي او د مخالفینو په مقابل کې ودرېږي او د خصوصا په شمال او د افغانستان په نور ولایتونو کې جنگونه د ولس په لاس باندې مهار شي. کشانیدن جنگ از ولایت های جنوبی به ولایت های شمالی نگرانی های بیشتر را به بار آورده است. آگاهان نظامی نیز برای کاهش آن این گونه پیشنهاد به نهادهای امنیتی دارند. ما در سمت شمال نمیتونیم تغییرات را وارد بکنیم، به خاطر اینکه مرکز اساسی جنگ در جنوب است. قماندانی طالبان در جنوب هستند. اکثرا رهبری درجه دوم طالبان، درجه اولش در پاکستان است، درجه دومش در جنوب است. زمانی که مرکز از بین نره، مرکز ضربه زده نشوه، در مرکز تغییرات نباید، در اطراف امکانش نیست. هر قدر شما پلان دقیقه بسنجین، قوتا را جمع کنین، ضربه بزنین، شمال باز تکمیل میکنن. افزایش نبرد در ولایت های شمالی کشور، کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین را نیز نگران ساخته است. نگرانی که این کشورها را واداشته است تا با مخالفان مسلح دولت روابط برقرار کنند، روابطی که حکومت افغانستان از آن ابراز نگرانی کرده است. سرپرست وزارت دفاع ملی در پیوند به سخنان گلبدین حکمتیار که نبرد در چند ولایت را قومی دانسته بود میگوید نبرد افغانستان قومی نیست، بل این نبرد برای پاسبانی از ارزش‌های مردمان این سرزمین است. در همین حال اعضای مجلس سنا نیز قومی پنداشتن نبرد افغانستان را غیر مسئولانه دانسته و تاکید میکنند که حکومت باید جلوی این گونه ابراز نظرهای خودسرانه را بگیرد. سی روز پیش حزب اسلامی گلبدین حکمتیار جرگه ای را به منظور مشخص کردن رهبری این حزب در کابل برگزار کرده بود. در این نشست آقای حکمتیار نبرد در چند ولایت کشور را نبرد قومی دانسته بود. دلته د غور گنج میر استازی دی یو ځل له اوس رکشینه پښتنه ترې وکړي چې هلته جنگ د چا چا ترمنځ د دو قومونو ترمنځ دی. تی واره کې جنگ د دولت او د دولت مخالفینو وسلوالو مخالفینو ترمنځ نه دی، جنگ د دوو قومونو ترمنځ دی. همدا حالت دی د کندوز د جنگ، همدا حالت دی د بغلان د جنگ، په ټول شمال کې، په ټول هیواد کې د جنگ اصلي وضعیت همداسې دی. این کنش رهبر حزب اسلامی با واکنش های تند رهبران سیاسی در داخل به همراه بود. اکنون به تازگی سرپرست وزارت دفاع ملی با رد قومی دانستن نبرد افغانستان از جنگ افغانستان این گونه تعریف دارد. افغانستان که قومی جنگ نشته، در روزانه چیتاس و امنیتی زواکون قربانی ورکی، داد قومون دفار جنگ نده، داد افغانستان د ساتلو دپاره او د افغانستان د خلکو د حفاظت به خاطر ده جنگ. سناتوران با واکنش تند موقفگیری گلبدین حکمتیار را نکوهش کرده و تاکید میکنند که این گونه ابراز نظرها نبرد افغانستان را به چالش میکشاند. اقادی سره کزان تر رهبر وای که حکومتی چارواکی که مدنی فعالی که روحانی شخصیتی او که دموکراتی چاغه د ولسونو ترمنځ ستونزه را پیدا کی او زمنګ د ولسونو ترمنځ نفاق را ودی کنی ویلی د حکومتیار سره خبره مونږ وای خبره ده چنه دی که هر څوک وای مونږ غندو. د
تیوره را حتی یک دفعه اشغال کردن، گرفتن که ولسوالی تیوره. پس این نیروهای دولتی بوده که اونجا جنرال‌ها از حضور داشت، جنرال وزارت دفاع بوده، جنرال وزارت داخله بودن، از امنیت ملی بوده، کوی کل پلانون تعرضی جنگ خود را به دست داشتن. آقای حکمت ادعا میکنه که این به اصطلاح جنگ قومی است. کل گردنی کسایی که آمدن از پنج ولایت یا 150 نفر کشته و زخمی دادن، 4 نفر جنرال پاکستانی کشته، آره جنرال پاکستانی مربوط به کدام قوم میشه؟ این آقای حکمت ادعا روشن بکنه به ما. ابراز نظر رهبر حزب اسلامی در مورد قومی دانستن جنگ افغانستان در حال با واکنش های تند رهبران سیاسی و شهروندان روبرو می شود که پیش از این نیز یک مقام ارتش پاکستان با رد اتهام های وارد شده از سوی حکومت افغانستان مبنی بر پشتیبانی اسلام آباد حضرات افغانان جنگ افغانستان را قومی دانسته بود. زندان های بزرگ افغانستان به مکان نقض حقوق بشر مبدل شده است. در تازه‌ترین گزارش پژوهشی که نهاد دیدبان شفافیت افغانستان در مورد وضعیت سه زندان بزرگ کشور انجام داده آمده است که با وجود هزینه میلیون ها دلار وضعیت زندان های بزرگ افغانستان نگران کننده و غیر انسانی است. دیدبان شفافیت افغانستان با چند نهاد مدنی دیگر امروز گزارش پژوهشی را که در جریان 3 سال در مورد وضعیت زندان‌های پلچرخی و ولایت‌های میدان وردک و بغلان انجام داده بود منتشر ساخت. رئیس اجرایی این نهاد تأکید می‌کند که زندان‌های افغانستان از مکان سلب آزادی و مکان نقض قوانین حقوق بشری مبدل شده و وضعیت در آنجاها غیر انسانی است. به جای از اینکه زندان‌های افغانستان مراکز سلب آزادی باشد، اینا مبدل شده به مراکز نقض حقوق بشر و مراکز شکنجه و ایجاد عقده‌ها. آقای افضلی همچنان تاکید میکند که در این زندان‌ها دو برابر بیشتر از ظرفیت آنان افراد جابجا شده و برای آنان خدمات نخستین زندگی فراهم نشده است. وردک برای 225 نفر زندانی ساخته شده که فعلا در اونجا 450 نفر زندانی است، یعنی دو برابر است. و بغلان برای 472 نفر ساخته شده و فعلا اونجا 700 نفر زندانی وجود دارد. در این گزارش همچنان از وضعیت بد بانوان زندانی، نبود امکانات مناسب، برخورد نادرست نگهبانان با آنان، مبهم بودن آینده کودکان بانوان زندانی و استفاده های سوء جنسی از این بانوان ابراز نگرانی شده است. خزینه و زندانیان اصلا نامناسب امکانات، نامناسب برخورد، دیوگوی قضایه و تا نو پا وقت نرسیدگی، او تر ټولو زیات تشویش د هغو ماشومانو ده چې د میندو سره په زندان کې اوسي او لویږي. در بحث حقوق مادی زندانی ها حق مسکن است، مسکن مناسب، جای بود و باش مناسب در زندان. این جای بود و باش مناسب در زندان وجود نداره. با این همه وزارت داخله در مورد این گزارش این گونه پاسخ میدهد: ما در تمام محابس افغانستان متحد و مراد نمودن حقوق بشری هستیم. همواره ما نظارت بسیار جدی از محابس افغانستان داریم. یگانه چیزی که مشکلات وجود داره در محابس افغانستان کمبود جای است که در تعدادی از ولایت افغانستانی مشکل برطرف شده، اما هنوز هم در بعضی زندان‌های ما این مشکل باقی است. در این گزارش آمده است که وضعیت بد خدمات بهداشتی، احتمال فرو ریختن ساختمان زندان‌ها و آتش سوزی، کمبود آب صحی نوشیدنی و غذای مناسب و کمبود برق و اکسیژن در این 3 زندان افغانستان حقوق اساسی زندانیان را به گونه جدی نقض کرده است. خبرهای اقتصادی پس از میان برنامه کوتاه تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. قرارداد 151 پروژه آبرسانی با ارزش بیش از 365 میلیون افغانی امروز میان وزارت احیا و انکشاف دهات و شوراهای توسعه روستاها امضا شد. مسئولان این وزارت میگویند این پروژه ها مشمول حفر چاه‌ها، ساخت شبکه های آبرسانی و ایجاد ذخایر آب بهداشتی بوده و در 26 ولایت کشور عملی خواهد شد.
امروز قرارداد ساخت 151 پروژه آبرسانی در 26 ولایت کشور میان وزارت احیا و انکشاف دهات و شوراهای توسعه روستاها که مشمول حفر چاه‌ها، ساخت شبکه‌های آبرسانی و ایجاد ذخایر آب بهداشتی به ارزش 360 میلیون افغانی می شود امضا شد. با گفته مقام‌های وزارت احیا و انکشاف دهات، در حال حاضر در تمامی روستاهای کشور 53% روستانشینان به آب بهداشتی دسترسی دارند و قرار است این رقم تا 3 سال دیگر به 73% برسد. در راتلونکو 3 کلونو پور چخک پاکی و بوتا د کلیوالو خلقو لسرسای لدری 50 سلن چخه 3 اویا سلن تدا پورتا کو. از سوی هم رئیس بخش آبرسانی یونیسف برای افغانستان میگوید ما در سال گذشته نیز 5 تا 6 میلیون دلار را در بخش دسترسی روستانشینان به آب بهداشتی در افغانستان کمک کردیم و در سال آینده نیز 10 میلیون دلار را در بخش آبهای بهداشتی، بهداشت، آموزش و پرورش کمک خواهیم کرد. در همین حال برخی از روستانشینان از نبود آب بهداشتی در روستاهایشان نگرانی دارند. هر چی قدر که بگویم بازم مشکلات ما خیلی زیاد است، ولی این منطقه ما آب جاری ندارد. با این همه مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید قرار است تا 3 سال آینده 26 هزار منبع آبی مشمول شبکه های آبرسانی و چاهای آبی در کشور ایجاد شده و تا سال 2025 میلادی تمامی روستانشینان به آب بهداشتی دسترسی خواهند داشت. میزان داد و ستد بازرگانی افغانستان با ازبکستان در سال جاری به 440 میلیون دلار افزایش یافته است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند در حال حاضر چالش های بسیاری در برابر بازرگان افغان در خاک ازبکستان وجود دارد و در صورتی که این چالش ها از میان برداشته شود، روند داد و ستد بازرگانی میان این دو کشور به 1 میلیارد دلار در سال افزایش خواهد یافت. پس از تیرگی روابط بازرگانی میان افغانستان و پاکستان، میزان داد و ستد بازرگانی افغانستان با کشورهای آسیای میانه و ویژه ازبکستان افزایش یافته است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند در حال حاضر افغانستان و ازبکستان سالانه 440 میلیون دلار مبادلات بازرگانی دارند و در صورتی که چالش های موجود در برابر کالاهای صادراتی بازرگانان افغان در خاک ازبکستان از میان برداشته شود، میزان داد و ستد بازرگانی میان این دو کشور به 1 میلیارد دلار در سال افزایش خواهد یافت. روابطی که داریم با در نظر داشت از اینکه همسایه بسیار نزدیک هستیم، ای و قدر کافی نیست حجم تجارت، باید ایره به بالاتر از میلیارد ها برسانیم. البته یک سلسله مشکلات تکنیکی و موانی وجود داره که مانع افزایش صادرات ما هم شده. از سوی هم مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند در حال حاضر گفتگوها در زمینه حل چالش های بازرگانی بازرگانان افغان با مقام های ازبکستان آغاز شده است و انتظار می رود که به زودی روند داد و ستد بازرگانی از طریق خط آهن افغانستان ازبکستان آغاز شود. ما کدام مشکل در بخش نشست ها و اینا نداریم. مطمئنن که در این بخش که تاجر افغانی ما و حق ما هست که بیایم نشست داشته باشیم و تغییرات را بیاریم به خاطر بهبود وضعیت روند تجارت در آن زیر دست کشورهای منطقه، خصوصا ازبکستان، ایران، پاکستان. گفتنی است نبود سهولت های ترانزیتی و بازرگانی در کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه در چند سال پسین سبب شده است تا همساله بازرگانان کشور دشواری ها و خساره های بسیاری را متحمل شوند. خبرهای خارجی پس از میان برنامه کوتاه تقدیمتان می شود. ادامه خبرها. رئیس جمهوری آمریکا اتهام دخالت رئیس جمهوری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری کشورش را اهانتی برای پوتین دانسته است. دونالد ترامپ میگوید که در خلال گفتگوهایش با ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس آسیا اقیانوسیه دریافته است که رئیس جمهوری روسیه اتهام دخالت کرملین در انتخابات سال گذشته آمریکا را اهانت آمیز تلقی کرده است. آقای ترامپ گفته است ولادیمیر پوتین بار دیگر تاکید کرده که هیچ دخالت در انتخابات ما نکرده است. گزارش ها از عراق حاکی از پیدا شدن چند گور دست جمعی در نزدیکی شهر هویجه که تازه از تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی رها شده است. مقام های نظامی عراق میگویند که پیکارجن گروه داعش در زمانی که بر این شهر حکمرانی میکردند از فرودگاه شهر هویجه به حیث میدان اعدام استفاده میکردند. به گفته این مقام ها
بیشتر اجساد لباس‌های معمولی بر تن دارند که نشان می‌دهد آنان شهروندان معمولی بودند. منشأ آلودگی رادیواکتیوی که دانشمندان در پایان ماه سپتامبر در هوای اروپا کشف کردند احتمالاً از روسیه بوده است. بر مبنای گزارش‌ها، پژوهش‌های یک نهاد علمی فرانسوی نشان می‌دهد که آلودگی احتمالاً از نقطه بین رود ولگا و رشته کوه اورال در روسیه منتشر شده و فضای اروپا را آلوده ساخته است. میشل اون رئیس جمهوری لبنان در دیدار با سفیران کشورهای خارجی در بیروت از سعد حریری به حیث نخست وزیر ربوده شده یاد کرد. بر مبنای گزارش ها او همچنان تاکید کرد که آقای حریری در مقام نخست وزیر لبنان مسئولیت سیاسی و قضایی دارد. آقای اون در بخش دیگر از سخنانش گفت که عربستان باید توضیح دهد که چرا از بازگشت سعد حریری به لبنان جلوگیری میکند. این در حالی است که سعد حریری یک هفته پیش ایران را به مداخله در امور کشورش متهم کرده و از مقامش استعفا کرد. رویدادهای ورزشی هم پس از میان برنامه کوتاه تقدیمتان می شود. و این هم چند خبر از جهان ورزش. ششمین دور رقابت‌های مشتنی به ابتکار و پشتیبانی شورای اجتماعی مردم کهدامن راه اندازی شده بود پایان یافت. این رقابت‌ها با حضور 150 مشت‌زن برتر در 4 وزن پیگیری شده بود. شرح بیشتر از همایون آشنا. رقابت‌های مشت‌زنی سبت کیوان کیک بوکسینگ که به هدف گزینش چهره‌های نخبه به تیم منتخب کابل به ابتکار و پشتیبانی شورای اجتماعی مردم کهدامن را اندازی شده بود، با گزینش 40 ورزشکار برتر در 4 رده سنی امروز پایان یافت. مسئولان شورای اجتماعی مردم کهدامن هدف از راه اندازی این رویدادهای ورزشی و منسجم ساختن جوانان را زیر یک چتر این گونه بیان می‌کنند. شورای اجتماعی مردم کهدامن هدف دارد که زمینه ساز خوبی برای رشد و بالندگی ورزش باشد برای جوانان. عرصه های مختلف تدارک دیده، خصوصا عرصه ورزشی را، به خاطر از اینکه جوانان ما بتانند روی برند به ورزش تا باشد که اینا از مصائب و شدائد و چالش هایی که زندگیشان تهدید میکنه در امان باشند، خصوصا از مواد مخدر. همچنان ورزشکاران سطح برگزاری این رقابت ها را برای مسابقات بیرون مرزیشان سودمند میدانند. تشکر از کسی که مسابقه را برگزار کرده و این مسابقه ها باعث میگرد تا جوان ها از مواد مخدر دوری کنند و روی به ورزش بیاره. از این مسابقات میتونیم خوب تجربه بگیریم، به خاطر مسابقات بیرون مرزی که خوب بتایم بدرخشیم. این رقابت ها در حال به پشتیبانی شورای اجتماعی مردم کهدامن پیگیری می شود که به زودی مسابقات دوش را این نهاد را اندازی خواهد کرد. و تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان نایب قهرمان رقابت‌های 2017 چین شد. رقابت‌های 4 جانبه 2017 فوتبال ساحلی که به میزبانی چین راه اندازی شده بود، شیران خراسان توانستند در فرجامین دیدارشان در برابر چین میزبان به پیروزی برسند. مبارزان کشور این بازی جذاب و تماشایی را در برابر حریف میزبان بهتر آغاز کردند و با نتیجه 1-0 چین را شکست داده و پس از عمان به نایب قهرمانی رسیدند. و حال هم وضعیت هوایی فردای کابل و چند شهر دیگر کشور. این بود خبرهای ساعت تقدیمتان شد. متشکرم از توجه و همراهیتان. اوقاتتان خوش.